اجازه بدید میخوایم دیگه ببینیم بعدا میگم یا نه سرویس من نشدی که یاد بگیریم نگفتنم بلد بشیم. افتخار عروس خانوم. خاطر دوستی ایران افغانستان بود. هم ثابت بکنم. تماشاچی همه منتظرم برن هوا. برن اون بالا مالا. برو مرسی پسر. سلام درود به همه شما دوستان عزیز. خیلی 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 خوش اومدید به چنل خودتون. اینجا 7M و من مهدی هستم. خیلی چکریم. هر جای دنیا هستی آرزوی بهترین ها و تن سالم برای دونه به دونتون دارم. امروز اومدیم با شما با یک برنامه بسیار جالب و دیدنی در تلویزیون ایران. پسر افغانستانی که در برنامه زنده عصر جدید خواستگاری میکند از عشقش. قراره با هم دیگه بریم هم به موهای تنمون سیخ شه، هم کلی عشق کنیم، هم کلی حال کنیم، هم کلی شور و شوق با هم دیگه داشته باشیم، کلی گپ با هم دیگه داریم در این برنامه. با من همراه باشید که قراره کلی بتره کنیم. اون لایک قشنگه رو یاد ننه و اینکه همگی با هم دیگه بریم ببینیم این خواستگاری به چه صورت و با حرکات نمایشی انجام میشه. این شما و این خواستگاری بسیار استثنایی. لتس گو. به نام خدا، علیرضا یعقوبی هستم. آقا علیرضا یعقوبی، من خودم متولد افغانستانم، یه باشم متولد ایرانه. خب فرق نداره، اجرامون تفاهمه، برادری ایران و افغانستان رو با هم ثابت کنیم. جانم هستی. من طرف ارزان افغانستان توی این برنامه تو داخل ایران شرکت کردیم، دوستوارم سرگونه میشه. انشالله پارکوره، دوستمون پارکور کاره. بله بله، ببریم توی قم اونی باشکه بزرگ مجهز بزنیم. اگه شد ایزا کمان میکنم به داشت پر عروس. آخ خیلی قشنگ گفت، خیلی قشنگ. برنامه رو ببره، پول رو ببره، میخواد تش. خیلی قشنگ گفت کمک کنه به داداشش عروسی کنه. البته درد داشت. بچه های ژیمناستیکار پارکورکار همیشه اینجوری سر همیشه فرزن. بابا خیلی خوش اومدیم. ما با این اجرامون میخوام دوستی بین ایران و افغانستان ثابت بکنیم. عاشق لباست شدم. بعد ما این اجرا تقدیم میکنیم به دوستمون شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی. کم رفیقم بود، هم باشگاهیمون هم بود. بعد ما هم خلاصه بگیم که ما والس وز توف به این نظام ایران که سر هرچه بیگناه رو قشنگ بیخ و بیخ برید، یکی برای مدافع حرم، یکی نمیدونم برای سوریه، یکی داخل کشور، یکی این ور، یکی اون ور. خدا ازتون نگذره. بریم تنمون جون میدیم، فرق نداره ایران باشه یا افغانستان باشه. مثل من که متولد افغانستانم، علی داداشم متولد ایرانه. دولت نامرد ایران، نظام نامرد ایران. تصویر و عکس سید مصطفی کدومه؟ کدوم؟ همین ها؟ همین. یعنی اهل افغانستانه؟ چرا باید بره شهید بشه؟ باید درس بخونه، دانشگاهشو بره، به آیندهش برسه. بسیار اجرات شروع میکنی؟ مرسی. باید اون این مارو سنی مارو یه ورو بازه. احبه جانم از یه پیچ بوت داریم. یه بله مرسی. فنر بچگی بهم میگفتن فنر. با منم بچگی همینطوری بودم. بچگی که بعدا بگم ابتدایی و اینا ژیمناستیک میرفتیم، آسفالت گیر می آوردیم، در و دیوار همش رو پشتک و مشتک بودیم. و همین الان هم هی تک و توکی میزنیم و هرچم بدنه سرده، خیلی وقت تمرین نداریم ولی است. یه روز ویدیو میذارم. مرسی قشنگ.
دست 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 بابا انقدر این برو زدیم جان مستی خب ببینم این برو دست ها بنا بنا هشیقا کو مرسی یک عرب دو عرب دو بیچ عرب داشتیم زنگ بزن Yes. قبل از اینکه بپره تک تک کسایی که تو سالن هستن و الان دارن میبینن از یک نظر دارن عشق و حال میکنن صفا میکنن از این نظر در نظر دیگه هم این که خیلی ها دوست دارن تو این جایگاه باشن که این جایگاه الکی به دست میاد با تلاش و کوشش فراوان و خیلی خیلی زحمت داره خیلی زحمت داره بریم هم دیگه ببینیم عشق کنیم یه وارومیتی داره دانش و بالاتر هم زد بالاتر هم رفت مرسی مارون این مارون مارون بسر اسرم خیلی خوبه بزن قدش آها چون داره منو میبرد آقا آقا بزن قدش آفرین عشقی لاری کرده لاری کرده الان زودار میخوام بهش نمره ندم لاری کرده لاری کرده با تیم بعدی چی شد الان؟ یه حرکتی که میخوان بزنیم دایوه مانه رد کردن این رکوردش 8 تا بوده خودم زدم حالا میخوایم امشب به 12 تا برسونیمش ایشالله خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 الان نو چند نفر شدی؟ ده الان می‌خواد 12 نفر بشه که نفر کم اومد 11 نفر شده. نه ما نفر کم نداریم. خب بیا. یه دقیقه محمدی صدا کو کار دارم باش. آقای محمدی بیا. بفرمایید. اجازه بدید من در واقع یکی رو آوردم که دو نفره. شما نما کنید. محمدی سر. خودت بیا وایسا دیگه هم نپیچ. قشنگو. فاصله بیشتر نمیشه سمت برسون گرمی آه دست 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 بله قرار بتره کنیم صدای قلب اینجا تمرکز تماشاچی همه منتظرم برن هوا برن برن اون برا مالا برو مرسی پسر یا بچه این حرکتی که زدم ببینید چقدر صاف و ساده است چقدر تابلو دلش پاکه بدون شیل پیل است خیلی از انسان ها از روخشون از ظاهرشون میشه فهمید هم صحبت کردن هم انرژی چش هم انرژی از اصلا خیلی تابلو بچه همون چقدر ماه کوچولوی فنری خاطره دوستی ایران افغانستان بود هم ثابت بکنه آفرین آلیکم آفرین به شما شما چند سالته؟ من 13 سالم ماشالله ماشالله چه فکر نیم خب ببینیم داوره عزیزمون چی میگن بفرمایید خب اولا که خسته نباشید خواستید دوستی ایران و افغانستان رو ثابت بکنیم به نظر من ثابت شده است چون من خودم دو سه تا دوست افغان درجه 1 دارم که بهش افتخار میکنم واقعا نظرم مثبته و امیدوارم که درخشان تر ببینیمتون خیلی عشق کار درسته
خیلی خوش اومدید. من از اول عصر جدید داشتم فکر میکردم که یک زمانی عصر جدید باید استعدادیابی همه فارسی زبانان جهان باشه و از فرهنگ ایرانی تا ایران فرهنگی گسترش پیدا کنه. آقا احسان فکر میکردم تو فصلهای بعدی قراره به اینجا برسیم. هم به بچه ها تبریک میگم، هم به شما و رفقا که تو همین فصل اول این اتفاق افتاده. چه پرچم ها خوشگله نازه همینجا خیف اون قرمز وسط ایران کارتون هم نقاط قوت خیلی خوبی داشت. هم یه لحظاتی حالا به حال هماهنگی با شما دو نفرین و دو نفر یه تیم حساب میشن با هم. حرکت های تیمی و هماهنگ بودنتون خیلی مهمه. از نظر من مثبت هست. فقط میخوام بگم که برای دفعه بعد سعی کنین روی این حرکاتتون کار کنین که کامل با هم هماهنگ باشین و یکسان کاراتون رو که قراره با هم عین هم انجام بدین و همزمان با هم انجام بدین. خیلی ممنون. جونس. خب ناتاشا چی میگه؟ من نظرم مثبت و بهترین ها رو براتون میگم. جان من. همین. Yes. علی و علیرضا با 4 رأی مثبت قاطع از داورای عزیزمون در عصر جدید میریم برای فینال امشب. بفرمایید. Yes. علیرضا برو. برو صحنه مال تو تا 5 دقیقه تو هر کاری بکنی ما همه باهات همراهی. ایشالله که اون چیزی که میخوای بشه. برو بگو توضیح بده. روش نمیشه. روش نمیشه. خب اجازه بدی. ناراحتی نداری که خیلی احساسیه. خیلی لحظه احساسیه. بگم نمیگی روش نمیشه. محکم وایسا. جای مهمی هم لحظه مهمی هم. فقط امیدوارم ضایع نشیم. کتاب بخوریم اینجا یوی. علیرضا منم روم نمیشه. آقا نه نه بایست من روم زیاد. علیرضا آی خیلی احساسیه. خیلی لحظه احساسیه. مطمئنم همه دوستان، همه شمایی که الان دارن این برنامه رو میبینید همه واقعا احساساتی شده. نمیدونم کدوم نقطه از دنیا الان هستی. داخل خونه ای، سوار ماشینی، تو خیابونی، زیر بارونی، زیر برفی، تو سرمایی، تو گرمایی، تو باشگاهی، هر جایی هستی. خلاصه امیدوارم همیشه دلمون شاد و پر از احساس و آرامش باشه. ببینیم ارکی خانواده عزیزی جان که علیرضا یه مقدمات کوچولوی یعنی یه صحبت‌های شده و اینا، ولی علیرضا میخواد از کسی خواستگاری کنه. همین دلش وای دخترم عشق تو چشاش جمع شد. اجازه بدید. بذارید بشه. صبر کنید. آقا اگه میشه اینقدر جمع. واقعا ما همه فارسی زبانن، همه واقعا جوگیری. من و سیچی نشده. بذار جواب بده. بذاریم بشه. الان شما بگه نه. پدر محترم عروس خانم دخترخانم اینجا تشریف دارن، مادرشون هم تشریف دارن که این عزیزان هم اهل افغانستان هستن منتها ساکن ایران و در حال معاشرت با ملت ایران. روش نمیشه، جرأت هم نمیکنه بیاد الان. ببین دیگه به چه وضعی من واسطه قصه‌ام دیگه. ببین کجای مادر و سنگسا بیاد یا شما میایین. تکلیف ما رو معلوم کنیم. شما که مخالفتی نداری؟ نه مخالفت نداری. مامانش اجازه بدیم برسیم به خودش. مامانش؟ نه من مخالفت ندارم. خب میکروفون یه لحظه بدین دست دختر خانم. یه لحظه اجازه بدین. آدم میتره که از استرس. بیا اینجا بیا. همین الان بهمون گفته کل این ماجرا مال همین الانه.
اینو شاید کسی باور نکنه، ولی همین یک دقیقه پیش این موضوع رو با ما گفت. یعنی ما اگر میدونستیم یه مقدماتی فراهم میکردیم، ولی دیگه چون یهویی انقدر تماشاگرات براش دست دادن، تشویقش کردن، فهمید شما هم اینجا این داورام دوستش داشتن، گفت دیگه همه چی جوره دیگه، شاید زنم گرفتیم از جدید رفتیم. آره ببین، ما تقریبا یه آداب و رسوم مشترکی داریم دیگه. اگر بله رو گفت این پله میتونی بری بالا، اگه بله رو نگفت که برو سمت همون 12 نفر آقایی که اونجا پریدی رو یعنی کنسله. وای وای وای، میکروفون بالا بگیرین، تو رو درواسی قرار نگیرید. به افتخارش. آفرین امین حیای، آفرین. اینجا الان اون کسایی که اون پایین نشستن، داوران هایی که میکروفون دستشونه، باید یه ذره جو و خودمونی کنن، جو و شادتر کنن، که حالا دختر خانم هم آقا پسر تو راحتی بیشتری قرار بگیرن. یه ذره حرف بزن، لالمونی گرفتی. اجازه میدی من یه دقیقه دختر خانمتون رو ببرم رو صحنه؟ اشکال نداره؟ اشکال نداره؟ بیا شما، بیا. اگه گفتی نه من برات میگردونم، بیا. افتخار عروس خانوم. آفرین آفرین آفرین. بفهمی، بیا این بر آقا، بیا این بر. به هم من میام. خب شما اون بر خانوم خواهش بکنم. آفرین سانت، چه لفظ دارم. این اشکال نداریم وسط باشه. خب ولی خانم شما نه تو درواسی جو، تماشاگرا، خدا رو شکر پدر مادر عزیز و محترمتم اینجا، شما میتونی اصلا، ما خیلی داریم کار میکنیم به لحاظ فرهنگی، اول رو خودمون که یاد بگیریم نگفتنم بلد بشیم. برای همین تو درواسی و تعارف چیزی رو نگید، یا حتی میتونی بگی من به زمان احتیاج دارم، بعدن خودتون و اینا مام باباتون اینا صحبت کن. شما اگر صحبتی داریم بفهمید که منطقی گفت، واقعا منطقی گفت. ما باید یاد بگیریم نه گفتن، و شاید مثلا تو رو درواسی قرار بگیم. کاری به این مسئله الان به هیچ عنوان ندارم. حالا جواب دختر خانم مثبت منفی، کاری بهش نداریم. ما در مورد فرهنگ سازی داریم صحبت میکنیم، نه گفتن رو یاد بگیریم. گاهی وقتا نه گفتن درسته دشمن میکنه طرفو باهامون، ولی زندگیمون رو نجات میده. ادامه ببینیم چی میشه. اول از همه این که الان تو شکم، بدنم میلرزه. ای بابا. دوم این که اگه قول بده تو تمام مراحل زندگیش تلاششو بکنه و موفق باشه. سوم این که اگه پدر مادرم راضی باشن. وای سه دقیقه، میتونی قول بدی بهش؟ نه میکروفونو بگی بالا، قول بده. قول میدم همینجوری که تونستم چهار تا چراغ سفید بگیرم، همینجوری هم میتونم. یعنی تو زندگی هم چهار تا چراغ سفید رو میگی؟ پنج تا. پنج تا. پنج تا. یکی جوراهه. میگه همینجوری که چهار تا چراغ سفید از داورا گرفتم، پنج تا سفید تو زندگی برای شما میگیرن نظر شما. بله بله بله. هیجانی از حساسات. سلام. نه. دیوونه شده سلام میکنه. نشیدی؟ جان من نشیدی؟ وای سلام تو تو. ببینی ببینی خیلی خوب بود، خیلی سلام گفت، هول شده. ما هم تو این سن بودیم هول میشدیم. چیکار کنه، استرس جلوی تلویزیونه. الان کل همه ایران و همه فارسی زبونان دارن میبینن و دیدن، و جلوی تو بخش زنده با این همه تماشا چیکار کنم. من قاطی کردم. باز اجازه بدی. بعد سلام. بعد سلام. نه دیوونه شده سلام میکنه. نشیدی؟ جان من نشیدی؟ دیدی وایسه سلام چطوری؟ بمیرم برات. بگی میکروفونو بالا. بعد ما تو خیلی مسابقات تو ایران اول شدیم. بعد واقعا به پول این مسابقه نیاز داریم. برای خوشبختیه. حالا سعی نکن به هوای من اونور نگاه کنی، روبرو نگاه کن. خب واقعا میگم به این پول نیاز داریم واسه ادامه زندگی. توف برو داخل. نه مشکل عروسیه. آره عروسی. دیگه چیکار بود جوونا کردین؟ توف برو. عروسی مگه بخوای بگیری؟ اول بذار برده رو بگیریم، عروسی رو حل می‌کنی. سلام خانم. خوب هستی؟ گفتم شاید یه فرهنگی من نمی‌دونم. خب اجازه بدید می‌خوایم دیگه ببینیم بعداً میگن یا نه. سرویس.
بله. سری بفرمایید. عروس قشنگه. خدا رو شکر تو لحظه این اتفاق افتاد و ما بله ای رو که بدون رو درواسی و تعارف بود گرفتیم با حضور پدر مادر عزیز عروس خانم که اینجا حضور دارن. بسیار براتون آرزوی موفقیت و سلامتی می‌کنیم. چقدر داده دیگه باباش مامان عروس قول داده که من 5 تا ستاره سفید میارم برای دخترتون تو زندگیش. خدا رو شکر. هزینه عروسیشون هم توسط به پرداخت ملت پرداخت میشه. یس 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 آفرین. بفرمایید خانم شما سمت پدر مادر، علیرضا بیرون با علی. بفرمایید. آفرین داداش کوچیکه فنل کوچولو. آفرین علی. یس مبارکه. سال 98 هم چارت رای سفید گرفتی، هم خواستگاری کردی جواب بله گرفتی. انشالله تا تهش همینجوری برات خوب باشه. یس 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 اینطوری خواستگاری میکنن. یکی بیاد همینجوری ازش خواستگاری کنیم، ملکی برنامه درست کنیم، معروف شیم بریم بالا. خیلی باحال بود برنامه، خیلی جذاب بود، پر از لحظه های احساسی، آرامش درم قفل کرده، نمیتونم واقعا چی بگم. آرامش براتون، بهترین ها براتون، تن سالم براتون. خیلی چکر، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. فدا همتون. تا ویدیو بعد. بای بای.